سلام، به صفحه 2 خوش آمدید. در ایران ستاد اجرایی فرمان امام که نهادی است تحت نظر رهبری نظام اعلام کرده که فاز 1 مطالعات بالینی مربوط به واکسن کرونا ساخته مجموعه را با تزریق آن اول از همه به دختر رئیس این ستاد آغاز کرده. بعد از آن هم افراد دیگری همگی از نزدیکان و دستاندرکاران این مجموعه واکسن را تزریق کردند با حضور دوربین‌ها و چهره‌های مطرح ستاد کشوری مبارزه با کرونا. در این مراسم محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت که این ستاد میتواند از 3 هفته دیگر ماهی 1.5 میلیون واکسن کرونا تولید کند. هفته هاست که بحث خرید واکسن از خارج یا تولید آن در داخل به یکی از مهمترین سوژه های خبری در ایران بدل شده. تا کنون چند طوفان توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه افتاده که مسئولان را تشویق میکند واکسن های خارجی را بخرند. همزمان در داخل مخالفان دولت میگویند اینها یک تلاش سیاسی از جانب دولت است که در شرایط استثنایی لوایح FATF را که گفته میشود مانع خرید واکسن هاست تصویب کنند. فارغ از هر دعوای سیاسی، واکسن تولید شده در ایران چقدر قابل اتکاست و حالا واقعا در چه فازی است و تا کی در دسترس است؟ بالاخره کدام به نفع مردم ایران است؟ خرید واکسن از خارج یا تولید آن در داخل؟ 2 مهمان داریم. دکتر معاون رضوی، استاد اقتصاد بهداشت در دانشگاه براندایس، و همینطور دکتر محمود رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی از شهر لوون بلژیک. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای دکتر پورکریم، شما میدونم که از نزدیک این تحقیقات رو دنبال میکنید. چقدر واقعا فاصله داریم تا یک واکسن ایرانی کرونا، با توجه به اینکه همین امروز مثلا 2 مورد متفاوت میشنویم، از خانم مهرز میشنویم، تا پایان بهار از رئیس ستاد میشنویم از 3 هفته دیگه. سلام عرض خدمت شما و بینندگان خوب شما. اجازه بدید من مقدمتاً ظرف چند ثانیه بتونم ایران رو از نظر واکسن سازی خدمتون معرفی کنم. ببینید، ما سال 1921 برای اینکه مایکوبی آبله رو در کشور داشته باشیم، انسیتو پاستور رو شروع میکنیم که ساختن و تشکیل دادن. بعد از اون با فاصله چند سال انسیتو رازی میاد برای واکسن های دامی و بعد شیفت میکنه به واکسن های انسانی. میخوام بگم که پلتفرم ساخت واکسن و امکاناتش برای ما هست. ما یکی از تولید کنندگان واکسن در منطقه هستیم و صادر کنندگانش بودیم. در این زمینه خیلی سابقه حدود 1 قرن رو در این 2 انستیتو داریم، کما اینکه اینها شعب مختلفی در کشور دارن و الان هم خیلی از شرکت‌های دانش بنیان دارن کار میکنن روی واکسن. پس اون امکانات اولیه رو داریم. اون چیزی که بر ما مهم هستش این هستش که این فازها ای کاش زودتر اتفاق می افتاد و این بقیه ما زودتر شروع کرده بودیم. در این حال ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است. این شروع شده، شروع کار هست برای فاز بالینی. ما اول فاز اول رو داریم در هر واکسن سازی، بعد از فاز حیوانی و توی فاز اولیه یه مقدار، یه تعداد کمی از جمعیت رو، مثلا همین 40-50 نفری رو که هدف قرار دادن در واکسن ایرانی، توی همه کشورهای واکسن ساز میان اینها رو واکسینه میکنن تا ایمنی رو ببینن که چقدر ایمن هست و بعد میبرن تعداد رو بالاتر. متوجه، ولی این کدوم مرحله است؟ در واقع این چقدر همون... به پایان راه داریم؟ ببینید، پایان این رو همون جوری که گفتن حد زدن تا اواخر بهار میتوانند تا فاز 3 ببرند. این چیزی است که پیش بینی کردن. این خوشبینانه ترین حالت است. اما خیلی اوقات هستش که یک حادثه، یک مشکلی پیش میاد، یکی از همین کسانی که بهش تزریق میکنن ممکن استش یه ریاکشنی بده، کار رو استوب میکنن، متوقف میکنن و باز دنبال این ریاکشن و این واکنش میگردن علتش رو. اگر علت واکسن نباشه ادامه میدن، همچنان که خیلی از واکسن ها این براشون پیش اومد. منتهای مراتب اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، واکسنی که در ایران داره ساخته میشه یکی از واکسن‌های فرم‌های اولیه واکسن هست. یکی از واکسن‌هایی است که میشه گفت که کم خطرترین میتواند باشد. من فکر می‌کنم که با این روشی که شروع کردن، با این تعدادی رو که گرفتن دارن کار می‌کنن، هم برای کنترلشون و هم برای یه چیز، فکر می‌کنم روش خوبی است و من تصورم این هستش که آینده خواهد داشت. خوشبین هستید. آقای دکتر نظری، نظر شما چیه؟ با سلام به شما و مهمون خوبتون و
من با هیچ کدوم از نظرات آقای دکتر مخالف نیستم و به هیچ وجه کسی مخالف تولید داخلی واکسن نبوده و نیست. عاقلانه هم نیست که این کار بکنیم، به دلیل اینکه متاسفانه این بیماری تا ممکنه قرنها مثل سرماخوردگی با ما بمونه و وابستگی ارزی این خیلی سنگینه. نگرانی ماها اینه که آیا تصمیم برای ارجحیت به واکسن داخلی بر اساس مطالعات رایج هزینه منفعت و هزینه اثر بخشی انجام شده یا نشده. یک نگرانی که من دارم و دلیل اینم که برای اولین بار با رسانه های داخلی صحبت کردم و تمام نظراتم رو به صورت مکتوب در جای مختلف چاپ کردم این بود که نکنه خدای نکرده مرگ شهروندا، مرگ روزانه سرغمی شهروندا رویه عادی بشه. که اگر این اتفاق بیفته اون وقت ما ممکنه که تصمیماتی رو که برای این چیزی که هنوز از دید امثال من بمب ساعتی به دلیل اینکه روزی در ابعاد سرغمی داره آدم میکشه و از شما ببینید در هر روز مرگ و میر این از سقوط یک هواپیمای کامل مسافربری بیشتره، در این شرایط من به شخصه هیچ مطالعه هزینه اثر بخشی cost effectiveness و حتی هیچ هزینه منفعت cost benefit رو ندیدم که متقاعد بشم آیا سرمایه گذاری روی یک پروژه ریسکی که تأخیر طبیعی خودش رو داره در لحظه ای که روزانه و ساعتی شهروندا و بستگان من دارن فوت میکنن آیا تصمیم ملی درستی هست یا نیست؟ من به شخص آقای دکتر پورکریم چی میگن در جواب این؟ آقای دکتر نظر شما چیه؟ به نظر شما تصمیم درستی هست یا نه؟ قطعاً ببینید من پلتفرم و واکسن سازی ایران رو معرفی کردم، اگه فرصت بیشتری داشتم قطعاً این اشاره رو می‌کردم که ببینید ما بعد از دو تا یا سه تا پیک از اپیدمی داریم شروع می‌کنیم واکسن ساختن. اجازه بدید بهتون بگم که این واردات واکسن رو اصلاً ما رو بی‌نیاز نخواهد کرد. اجازه بدید بگم که ما الان بایستی واکسن وارد کنیم. بر من هیچ نوع از واکسن ها رو من مشخص نمی‌کنم تو برنامه شما. هیچ اعتقادی هم ندارم به اینکه واکسن فلان شرکت وارد بشه، از غرب وارد بشه، از شرق وارد بشه. اصلاً ببینید ما بایستی همراه با تلاشمون برای اینکه واکسن رو بسازیم، چون پلتفرم هاش رو داریم در منطقه. شما ببینید توی منطقه ما فکر میکنم توی دو تا شاخص کشور اول باشه، یکی اهداء خون، یکی واکسیناسیون. این اپیدمی های سرخکی که توی اروپا و توی امریکا ایجاد میشه ما هیچ وقت توی ایران نداریم بله. چون که واکسیناسیون خوبی داریم. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که بله بایستی تلاش بشه برای واکسن سازی، اما در کنارش ما بایستی ورود کنیم به واردات واکسن همین الان، چون ما الان یکی از کشورهایی هستیم که خیلی خیلی تلفات ازمون گرفته این بیماری و هر چه زودتر اقشار آسیب پذیر ما که اگر که واکسینه نشوند در خطر مرگ هستند، اینها رو بایستی واکسینه کنیم. به موازات این قضیه قطعا پیشرفت های در زمینه واکسن سازی و صنعت ما و تکنولوژی ما خودش رو نشون میده، اما این نشون این به این معنی نیست واکسن سازی در داخل ایران که ما الان بی‌نیاز هستیم از خارج از کشور. عرض کردم خدمتتون قطعا بایستی واردات داشته باشیم در این معنی. جالبه که هر دوی آقایون اشارتون به این مضمون هست که باید هر دو به صورت موازی و همزمان پیش بره، اما نمیدونم چرا وقتی در ایران یا از مقامات یا مسئولان میشنویم به نظر میاد که اغلب یکی یا اون یکی رو در واقع انتخاب میکنن، یا راجع به خرید صحبت میکنن یا راجع به تولید در داخل، و انگار که این دوتا رو باید از هم جدا کرد و یکیشون رو پیش برد. آیه دکتر رجبی، ما الان در ایران راجع به چند دوز واکسن صحبت میکنیم که بشه این در واقع رقم سرغمی که شما بهش اشاره کردید رو کاهش داد، و نیاز فوری ایران چقدر هست؟ ببینید خانم غازی زاده، ایران توی خیلی از کارهای بسیار پیچیده پزشکی سرآمد دنیاست، من جمله در پیوند اعضا یکی از بهترین های دنیاست، به دلیل اینکه به لحاظ اقتصادی تصمیم درست این بوده که به هر حال اشخاصی که بذارت کمتری دارن ولی اگه بهشون صدمه نمیخوره بتونن عضوی رو اهدا بکنن. اهدای عضو، پیوند کلیه، پیوند کبد، اعمال جراحی بسیار گرون قیمت و بسیار پیچیده ایه. برای طولانی کردن عمر یک نفر آدم 65 ساله به 68 یا 70 سال،
این رو بذارید کنار وارد کردن یک کانتینر پر از واکسن با یخ خشک و نجات دادن جون هزاران نفر آدم، من نمیتونم بفهمم که چرا ما اولویت هامون رو درست نمیگیریم. فکر کنم از ابتدای برنامه شما تا انتهای این برنامه چند نفر از شهروندان تو ایران به خاطر کرونا خواهند مرد و این تازه مرگ مستقیمه. من راجع به مرگ غیر مستقیم که اگه برنامه جا داشته باشه صحبت نمی کنم. بنابراین اولویت اول همونطوری که من به طور مکتوب با رسانه‌های داخلی صحبت کردم، یک دیپلماسی بسیار متمرکز و خیلی خیلی فعال و اگرسیو برای واردات واکسن از هر جای دنیا که شده. و اگر پروژه واکسن داخلی زودتر از برنامه زمانبندی که ایران میگه به نتیجه رسید، شما در هر لحظه میتونید مازاد واکسنتون رو بفروشید به آفریقا یا هر جای دیگه، یعنی اتفاقی نمیفته. مشکل نگرانی من اینه که در من بچه بودم تو ایران انقلاب شده، هنوز یادم نمیاد پروژه رو دولت‌های ما، هر پروژه مهمی هم که بوده رو قول داده باشن به مردم و این حداقل در 1.5 برابر طول جدول زمانیش تموم شده باشه. یعنی من مهندس بودم تو ایران کار کردم و میدونم که برنامه زمان بندی یعنی چی. خیلی بعید میدونم تو شرایط سخت فعلی چند صدایی داخل ایران دولتی که داره کاخ ریاست جمهوری رو ترک میکنه و اصلا انگیزه انجام کارهای ملی رو نداره، من نگران شهروندا و سلامتشون هستم بدون هیچ ملاحظه سیاسی. واکسن داخلی باید ساخته بشه، ولی فردا، امروز و دیروز واکسن باید وارد بشه. ایران پولش رو داره و اتفاقا من احساس میکنم که دستگاه دیپلماسی ایران و بانک مرکزی ایران باید این فرصت رو محترم بشموره و الان که سیستم سیاسی امریکا عوض شده، این رو به عنوان باب اول باز کردن دیپلماسی و تجارت با دنیای آزاد به فال نیک بگیره و این کار رو انجام بده. آیه رضوی از کجا بخره؟ این که شما گفتید از شرق یا غرب و اینها، میدونید که اینها با هم فرق داره. یعنی مثلا اگر بخواد کشورهای غربی وارد بکنه با یک مشکلاتی روبرو هست، با چین احتمالاً شاید راحت تر بتونه بخره. واقعا آیه فرقی بین اینا نیست؟ صرف نظر از اینکه تفاوت‌های کیفیتی بین واکسن‌هایی که با mRNA و مسنجر آرنی ساخته میشن که در واقع ایمنی گسترده طیف میدن و کیفیت خیلی بهتری رو دارن، مخصوصاً در مقابل جهش‌های احتمالی که از حیات خلوت خونه خود شما توی انگلیس شروع شده و 4 روز دیگه سر از ایران هم در میاره، طبیعتاً شما میخواد واکسن رو داشته باشید که در واقع هیچ ویروسی نتونه از رادارش رد بشه. اما اگر برای خریدن اون مشکل هست، اینطوری که من از صحبت‌های نهایی آقای دکتر همتی در بانک مرکزی شنیدم، استفاده از ذخایر پولی ایران در کره جنوبی برای پرداخت به کوواکس و سایر کمپانی‌های داروسازی مرتفع شده. بنابراین باید تمرکز دیپلماسی بر روی واردات از اون منابع بلوکه شده هر چه سریعتر انجام بشه، وگرنه من به هیچ وجه نمیتونم سیاستمداری رو پیدا کنم که بتونه توجیه کنه مرگ همسایه و شهروند و همکلاسی من رو با اهمال و در واقع تأخیر این کار. این پروژه واکسن ملی هیچ مزاحمتی از واردات یک کانتینر توی بندر شهید رجایی بندر عباس نخواهد داشت. اصلا اینا به هم ارتباطی ندارن. اون کار لوجستیکی هستش که شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های هوایی انجام میدن. بله. و هیچ مزاحمتی برای سوپرستور ایجاد نمی‌کنن. من نمی‌دونم چرا اصلا این دوگانگی از کجا اومده که چرا سوپرستور اسم سوپرستور و سوپرستور راضی اومد توی برنامه. آقای دکتر پور کریم، الان صحبت ستاد اجرایی فرمان امام هست. آیا روشن هست که اصلا کی داره این کار رو انجام میده؟ این نهادهایی که الان مثلا در ستاد اجرایی دارن این کار رو انجام میدن چه سوابقی در این زمینه دارن؟ خود شما تعریف کردید از ویژگی های انستیتو پاستور که به هر حال با نزدیک 100 سال سابقه ایران میتونه مثلا امیدوار باشه که تجارب کافی رو داره. آیا این نهادهایی که الان هم وارد میشن این تجارب رو دارن برای ساخت واکسن؟ حس بهت خدمتتون عرض کنم، یه مثال خوب برای شما بزنم، از امریکا براتون مثال بزنم. ما اگر کسی رو بخوایم بفرستیم یه جایی بخوایم دوره ببینه راجع به ویروس‌های خیلی حساس، بایستی معرفیش کنیم به پنتاگون.
برای اینکه پنتاگون دارای سیفتی لب های BSL-4 و BSL-3 هستش توی دنیا و هیچ کدام از دانشکده های امریکا، دانشگاه های امریکا BSL-4 نداره. و میخوام اینو بهتون بگم که خیلی از موارد بحرانی، خیلی از موارد مهم در علم ویروس شناسی، اینها مربوط شده به بعضی از بخش های نظامی و قدرتمند کشور. ستاد فرمان اجرای امام قطعا امکانات مالی خوبی داره، شرکت هایی هم که دارن تولید میکنن این رو شرکت های دانش بنیانی هستند که باز زیر نظر اینها هستند. لحاظا من تفاوتی نمی بینم اگر هر جای دیگری بخواد، به خصوص شرکت های دانش بنیانی که وابسته به هر قسمتی هستند، بخوان ورود کنند به این واکسن سازی، کما اینکه خیلی از جاها دولت ها ورود نکردن به پدیده واکسن سازی. همین شرکت بیو انتک خودش که آلمان هستش یه شرکت دانش بنیان هستش و این دو تا انستیتوی که ما داریم، پاستور و رازی، اینها شرکت هایی هستند که از قبل واکسن سازی رو داشتن، پلتفرم ها رو داشتن. اما خدمتتون عرض کنم در پدیده واکسن ما دو چیز رو داریم، یکی واکسن سازی است، یکی تولید واکسن هست. ما گاهی اوقات واکسن رو خودمون نمی سازیم، یعنی تحقیقش نمی کنیم. اینجا این واکسن رو ما شرکت دانش بنیان ما تحقیق کرده، آوردتش و الان میخواد فاز آزمایشیش رو ببره جلو. قطعا میتواند پلتفرم های پاستور و یا رازی رو استفاده بکنن برای تولید. خب دقیقا سوال همینه آقای دکتر، چرا این کار رو نمی کنن؟ احتمال میدم که مثلا شرکت هایی باشن که حاضر باشن که این فناوری در واقع ساخته باشن واکسن رو و حاضر باشن این فناوری رو به اشتراک بگذارن با ایران، مثلا نمیدونم شرکت های چینی یا شرکت های روسی، چرا از اونها استفاده نمی کنن و تولید انبوه نمی کنن؟ ببینید، ما در مورد کرونا رو من نمیدونم سیاست رو، ولی در زمان جنگ ما یه همچین کاری رو کردیم. ما واکسن هپاتیت بی رو از کوبا وارد کردیم، تکنولوژیش رو وارد کردیم و در ایران تولیدش کردیم. این یکی از استراتژی هاست که اگر که کسی فناوری رو نداره، فناوری رو میخره، فناوری رو وارد میکنه و تولیدش میکنه. حالا در مورد کرونا ترجیح داده شده که نه تنها این واکسنی که الان کد کمیته اخلاق گرفته و ورود کرده به فاز بالینی، بلکه 4-5 تای دیگه هم هستن فکر میکنم حداقل، که اونها هم دارن به بحث به ساختن واکسن و تحقیق در مورد واکسن رو آوردن و دارن فازهای حیوانی رو دارن تجربه میکنن تا اونها هم بیان توی فاز بالینی. آقای رضوی، یک مسئله دیگه مسئله اطمینان به واکسن هست و این واقعیتش اینه که مسئله داخلی در ایران نیست، مسئله بین المللی هست. در خود آمریکا می‌بینیم آقای دکتر فاوچی خودش میاد واکسن میزنه برای اینکه به مردم بگه که این ایمنیش تایید شده است و مشکلی نداره. چطور میشه مردم رو مطمئن کرد از یک واکسن که برن و این واکسن رو بزنن؟ این مشکل جدی بود و به همین دلیل کشورهای صاحب نام در اروپا و مثلا کانادا در فاصله چند ساعتی منه و کسی نمیتونه از لحاظ دانش فنی پزشکی در واقع دانششون زیر سوال ببره، اینا ترجیح دادن که برای یک بیماری که در ساعت داره آدم میکشه هیچ ریسکی رو نپذیرن. از شما ساده ریسک عدم اعتماد مردم ریسک ثانویه است، ریسک اولیه در واقع زمین خوردن و موفقیت آمیز نبودن پروژه های تولید واکسن و مسئله اون تولید انبوه ناگهانی برای شکستن این چرخه است. و من نمیدونم با احترامی که برای آقای دکتر دارم چرا کرونا و مثلا یه چیزی مثل هپاتیت بی رو که بیماری بسیار نادری هست توی یه کانتکست میذارن. از نظر من که فقط منافع ملی هموطنانم فکر میکنم، من نمیتونم ببینم که شهروند عربستان و بحرین و اسرائیل واکسن گرفتن و راحت میتونن مراسم عیدشون رو جشن بگیرن و شهروندای من هنوز منتظر پروژه های سعی و خطای همکارای من توی آزمایشگاه های اونجا هستن. بنابراین من هیچ توجیهی نمیبینم، هیچ رقابتی بین این دوتا نیست، اینها فعالیت های پیوسته و مکملن، اینا هیچ کدوم فعالیت های جایگزین نیستن. این توهم جایگزینی به نظر من خطرناکه.
دستگاه دیپلماسی ایران، دستگاهی که به موازات میتونه و باید این کار رو بکنه، وظیفه ملی و قانونی قانون اساسیش هست که شهروندار رو نجات بده. هر یک روزی که این واکسن پروژه تولید و تستش به تأخیر بیفته مساوی با چند صد نفر مرگه و من هیچ توجیهی برای این اصلا نمیدونم به چه زبان سلیس فارسی باید این قضیه رو روشنش بکنم. البته مثل آقای دکتر پورکریم خودشون پاسخ دادن، من فکر نمیکنم منظورشون این بود که اینها رو بخوان دقیقاً دقیق. آقای دکتر، من منظورم این نبود که اصلا ورود واکسن نکنیم. من خودم یکی از کسانی هستم که با داخل کشور و با خارج از کشور مصاحبه میکنم و معتقدم که واکسن بایستی وارد کشور بشه و این نیاز فوریست. به عنوان یک کسی که سابقه اپیدمی شناسی و ویروس شناسی داره خدمتتون عرض کنم، ما هر چقدر که در دنیا تأخیر کنیم در واکسیناسیون، حالا چه وارداتیش چه اون چیزی که خود ایران خواهد ساخت، یک روز هم تأخیر کنیم ما به این ویروس مجال دادیم توی جامعه بیشتر به چرخ موتاسیون هایی رو پیدا بکنه که بعداً به واکسن مقاوم بشه. یک کشور، من با یکی از رسانه‌های داخلی گفتم اگر که یک کشور تو این جمع کشورهای دنیا ضعیف واکسینه بشه، ما وریانت هایی رو خواهیم داشت با طول زمان که میتواند به کشورهایی هم که حتی واکسینه شدن انتقال پیدا بکنه و اون موقع دردسرزا بشه. اصلا من صحبتی که کردم این نیستش که ما بی نیاز هستیم. خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردید، چون وقتمون کم هست، من میخوام این رو هم ازتون بپرسم چقدر این موضوع رو کشورهایی که الان واکسن رو دارند و قابلیت این رو دارند که به هر حال اینو تولید بکنن و در اختیار بقیه قرار بدن هم متوجهش هستند؟ چون اگر که واقعا مثلا یک کشوری به جمعیت ایران نتونه واکسن رو تولید بکنه یا بخره یا بزنه، نتیجهش اینطور که شما میگید برای بقیه کشورها هم میتونه خطرآفرین باشه. قطعاً. ببینید سیستم کوواکس که ایجاد شده، که متاسفانه اجازه بدید من همینجا یک چیز رو اشاره کنم، ببینید کرونا یه نعمتی بود برای اینکه تقریباً همه مردم یک چیزهایی رو راجع به ویروس شناسی بدانن، یک چیزهایی رو راجع به واکسن بدانن. امروز پدر بزرگ‌ها راجع به اسپایک ویروس میدونن، راجع به موج اول و دوم و سوم اپیدمی میدونن، اما این دانش عمومی است. من متاسفانه می‌بینم خیلی از کسانی که دانش پایه رو ندارن میان بر علیه واکسیناسیون صحبت میکنن، میان بر علیه واردات واکسن صحبت میکنن. کوواکس یک فسیلیتی بوده که سازمان جهانی بهداشت ایجاد کرده تا به صورت مساوی بین تمام کشورها مقدار مساوی واکسن توزیع بشود و این کاربرد، این فقط کاربرد کوواکس این هستش و این و کشورهای مثل امریکا ورود نکردن به دلیل اینکه خواستن، گفتن که ما چنین تعهدی رو نمیدیم، برای اینکه میخوایم اول اولویت رو بدیم به کشور خودمون. اما حدود 170 خورده کشور وارد شدن به این قضیه، تعهد دادند که این کار انجام بشود. این تضمینی است برای حداقل هایی که در سال 2021 درصدی از جمعیت هر کشور واکسینه بشن تا بتوان افراد آسیب پذیر رو ایمن کرد و من بعد از این بایستی واکسن ها پیش خرید بشن، واردات بشن. قطعا هیچ کدوم از کارشناسانی که امروز دارن نظر میدن از تولید واکسن در ایران طرفداری میکنن، به هیچ عنوان موافق تأخیر حتی یک روزه واکسن، ورود واکسن به کشور نیستن، برای که جان هموطنان ما در خطر هست. ببینید کرونا را اگر فرصت بدید مثل راکت نمودار و پیکش میره بالا و بایستی هفته ها و ماه ها تلاش کرد تا این پیک رو بیاریم به حالت پلاتو درش بیاریم، نه اینکه کاهش پیدا کنه و بعد بیاد پایین. خیلی خطرناک و بسیار مرموز هستش این ویروس. دقیقاً این که اشاره کردید وضعیتی است که ما الان اینجا باهاش مواجه هستیم در بریتانیا، که با شروع واکسن زدن خیلی ها خوشبین بودن، بعد متوجه شدن که یک نوع جدید ویروس هست که به شدت الان همه درگیرشن. آقای دکتر رضوی، به عنوان سوال آخر، الان اگر که ایران بخواد شروع بکنه واکسیناسیون رو در اسرع وقت، چند میلیون دوز واکسن لازم داره برای اینکه بتونه که این کار رو انجام بده؟ و آیا میشه مثلا یه تعدادی بزنن بعد وقفه بیفته دوباره شروع بکنن؟ واکسن های رایج فعلی که توی اروپا و امریکا داره استفاده میشه، اینا دو دوزه، شما دوز اول رو میزنید بعد دوز یادآوری رو بعد از 15 روز میزنید. بنابراین حساب سرانگشتیش
جمعیت کشور ضرب در 60-70% برای اینکه نقطه 60-70% هرد ایمیونیتی ایمنی گروهی یا گله‌ایه. برای ایران شما عدد 80 رو که در نظر بگیرید میشه مثلا 50 میلیون دوز واکسن ضرب در یک یادآوری به اضافه اصلی میشه هر مثلا راجع به 100 میلیون واکسن داریم صحبت میکنیم. و این عدد میدونیم هزینه‌اش چقدر هست و قابل داد برای ایران چقدر قابل تامین هست؟ هزینه واکسن به خاطر سوبسیدهایی رو که مؤسسات دولتی و خصوصی مثل گیت فاندیشن و دولت‌های دیگه پرداختن رو سعی کردن قیمت تموم شدهش رو پایین بیارن و نذارن که در واقع بیاد وارد پروسه پتنت و قیمت‌های بالا و انحصاری بشه. خوشبختانه قیمت‌ها واقعاً معقوله، از هزینه درمان خیلی از بیماری‌های ساده هم چیزتره. و شما از اون طرف مضرات اقتصادی این ویروس رو کنار هزینه خرید درمان که بگذارید به هیچ وجه من الوجوه قابل مقایسه نیست. یعنی ضرر اقتصادی حتی کشوری مثل ایران که اقتصادش در رکود تقریبا مرگبار بود هنوز به نظر من یک هزینه فایده بسیار بسیار آسون و چرتکیه. هیچ سوالی نیست اصلا. به مسئله مرگ شهروندان هم بذارید به کنار، اگه دولت ایران به این به عنوان مثلا خط لوله‌کشی گاز یا انتقال آب مثلا شیرین کردن آب خلیج فارس به بیابان‌های کرمان جای لامیازرا بود، این پروژه به نظر من در هر کانتکستی که شما بخواید بهش نگاه بکنید حتی از جیب شهروندا حاضرن توی خیابون منوچهری دلار بخرن به کسی که اعتماد دارن بدن که از این طاعون سیاه نجاتشون بده. متشکرم آقای دکتر. تردیدی نیست. ممنونم از شما. هزینه به هیچ وجه مشکلی باشه. خانم. ممنونم آقای دکتر رضوی، آقای دکتر پورکریم، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه دو همراه ما بودید. اگر نظری در این باره دارید با ما در میون بگذارید. در پلتفرم های ما میتونید با ما تماس بگیرید. شب روزتون خوش.